نشریه لوریان دوجور معتقد است در پشت پرده انتخابات در جمهوری اسلامی موضوع مهم جانشینی برای آقای علی خامنه است. در ارتباط با خبرهای منطقه، دیروز آقای بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن بود و با همتای امریکایش ملاقات کرد. آقای بایدن گفته است نخست وزیر اسرائیل هر که باشد، اسرائیل از حمایت کامل امریکا برخوردار خواهد بود. باید گفت شایعات غیبت آقای نتانیاهو در مقام نخست وزیری در آینده به طور جدی به گوش می رسد. فیگارو نوشته نتانیاهو تنها در برابر همه، به خصوص که امریکا قصد دارد در پرونده اسرائیل و فلسطین راه گشایی های را پیش بگیرد. آقایان بایدن و نتانیاهو روابط متضاد در دو دهه گذشته داشتند و باز فیگارو می نویسد نتانیاهو ناامیدانه در حفظ میز و مقامش تلاش می کند. به هر حال آقای بنی گانس به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و احیای برجام اشاره داشته که بایست امریکا اطمینان‌های بیشتری برای عدم دسترسی حکومت به سلاح هسته‌ای را به دست بیاورد. نشریه لیبراسیون می نویسد در پی نفوذ محبوبیت حماس، جمع‌آوری امضا برای وادارسازی استعفای آقای محمود عباس راه اندازی شده است. آنچه که روشن دیده می شود مردم فلسطین از رفتن آقای نتانیاهو خرسند و در عین حال نگران جانشین او هستند. واشنگتن پست هم مقاله و عکس هایی درباره افغانستان دارد که با خروج ارتش امریکا از این کشور نگرانی ها کم نخواهد بود و این نه امروز که ماه هاست در رسانه ها گفته و دیده می شود. فردا شب تلویزیون فرانسوی آلمانی آرته فیلمی از یک دهات در افغانستان پخش می کند که تحت حکومت کامل طالبان اداره می شود. سرویس های امنیتی اطلاعاتی روسیه و بلاروس اعلام کردند که از این پس مشترکاً علیه عملیات امریکا و اروپا علیه خودشان ایستادگی و همکاری بیشتری خواهند داشت. آنها می گویند غرب در پی نامتعادل ساختن اوضاع و وضعیت در این دو کشور هستند. در تقویم تاریخ امروز سالگرد حادثه مشهور به میدان تیاننمن چین است. سرگاه امروز از سر قدرت نمایی در هنگ کنگ دولت خانم شوهانگ تونگ را که در بنیاد این حادثه فعال است دستگیر کرد. جالب است بدانیم آقای بایدن در ادامه راه آقای ترامپ بر فهرست تحریم ها علیه چین به خصوص مؤسسات حامی تسلیحات چینی را عملی تر ساخته است. این طرح آقای بایدن شامل مؤسسات چینی که در خارج از چین هم فعال باشند خواهد شد. آقای ترامپ در 12 نوامبر گذشته 31 مؤسسه چینی را تحریم کرده بود که حالا شمارش به 59 مؤسسه افزایش یافته است. به هر حال می دانیم که آقای بایدن راهی اروپا است. او روز 13 در لندن مورد استقبال رسمی ملکه بریتانیا 95 ساله قرار می گیرد و روز 16 در سوئیس با آقای پوتین ملاقات خواهد داشت. فردا صبح وزیر دفاع و نخست وزیر فرانسه هر دو در روی ناو اتمی شارل دوگل سخنرانی دارند. آقای ادوار فلیپ نخست وزیر پیشین آقای مکرون به زودی نشان لژیون دونور در کاخ الیزه دریافت خواهد کرد. چند رسانه کم بیننده هم با این شایعه به میدان آمدند که آیا اصولاً آقای مکرون نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد خواهد بود؟ آقای مکرون در زمان و مکان دیگری میگوید جامعه کنونی روز به روز خشن‌تر شده است. كان عند حائط كبير وكان فيها سمكتين و در پایان در پی خشونت‌های 11 روزه بین اسرائیل و فلسطین این کودک میگوید پیشتر یک ظرف ماهی خانگی داشته که آن را از دست داده است. در فلسطین بسیاری نگران حال و روز حیواناتی هستند
که در پی بمباران‌ها صاحبانشان را از دست دادند. تفسیر بلند و بالای لازم است تا که مدافع جان انسان و حیوان بود.